به نام خدا و با عرض سلام به اولین سرویس خبری شبکه تلویزیون پیکان خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. نیکوهش حمله مرگبار روز گذشته ننگرهار از سوی شهروندان مزار. شبه سازی حکومتداری محلی از سوی جوانان در بلخ. و نگرانی ها از نابودی صنعت مسگری در ولایت بلخ. امروز شنبه 27 میزان سال جاری که مصادف می شود به 19 اکتبر سال 2019 میلادی. مشروع خبرها با من محمد منصور مرادی. انفجار روز گذشته در یک مسجد در ولسوالی هسکمینه ننگرهار جان بیش از 60 تن را گرفت و 36 تن دیگر را زخمی ساخت. علما، فعالین مدنی و شهروندان مزار شریف در یک گردهمایی ضمن ابراز غمشریکی با خانواده های قربانیان این رویداد این عمل را نیکوهش کردند و نفرتشان را از ادامه جنگ و خونریزی در کشور اظهار کردند. علمای بلخ حمله بر نمازگزاران را خلاف آموزه‌های اسلامی بیان کرده به شدت نیکوهش می‌کنند. همکارم رویدا با جزئیات بیشتر. در نتیجه انفجار در یک مسجد در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار دست کم 62 نفر کشته و 36 نفر دیگر زخمی شده اند. این انفجار در یک مسجد زمان به وقوع پیوست که همه مشغول ادای نماز جمعه بودند. اینجا در شهر مزار شریف شمار برای غمشریکی با خانواده های قربانیان این رویداد جمع شده اند و این عمل را نکوهش میکنند. عالمان دین در شهر مزار شریف حمله به مساجد و نمازگزاران را خلاف آموزه های اسلام عنوان میکنند. پیش قراولان دشمنان خارجی و داخلی مردم افغانستان هستند که زمینه را برای سلطه دائمی قدرت‌های خارجی در افغانستان هموار می‌سازند و پول‌های بسیار کلانی به شکل پروژه‌ای رهبرانشان از خارجی‌ها می‌گیرند و عواملشان در داخل افغانستان اجرا می‌کنند، چه در سنگر و چه در خیابان، چه در مسجد، چه در آموزشگاه و چی در اماکن عمومی و عام المنفعه. این یک واقعیت است که هیچ کسی نمیتونه این موضوع را انکار بکنه. و مسجد که هست خانه خداست، مسجد که هست حرم امن خداست، اما متاسفانه در قرآن کریم ما داریم که مسجد خانه امن الهی است و کسی که در ناامنی است باید در مسجد پناه ببرد. اما متاسفانه امروز دشمن کسانی که خودشان را مسلمان میخوانند و قطعا اینها مسلمان نیستند، اینها وهابیون تکفیری هستند که حالا به نام های گروه های تروریستی آمدن در کشور ما دارن فعالیت میکنند. شهروندان مزار شریف هدف قرار گرفتن افراد ملکی از سوی طرفهای درگیر را نگران کننده می دانند و از گروه طالبان می خواهند تا دست از کشتن انسانهای بیگناه بردارند. حق زوان تزنن دا خطاب کوم، چاچه د اسلام په نوم باندې ټوپک راخسته دی، هغه د ننګرهار د هسکې مینې حمله ته وګوري. دښمن راغی په مسجد کې چیرته چې د خدای کور دی، چیرته چې مسلمان اذان کوي، چیرته چې 15 وخته د خدای غږ کیږي چې راځي دلته د خدای د پاره راټول شي او لمونځ کوي. په هغه ځای کې دښمن موږ ته څه شي کوي؟ موږ باندې حمله کوي، موږ شهیدان کوي. او دا هم د درد خبره ده چې په یو بل ځای کې یو بل څوک د دینی عالم په نوم باندې راپورته کیږي به نام عالم دین، ای جنگ به نام جنگ مذهب برای ما معرفی میکنه. یه حادثه که در ولایت ننگرهار در مسجد دو انفجاری که شد به تعداد 60 نفر از هموطنان عزیز ما اونجا جانهای شیرینشان از دست دادن و یک تعدادی از هموطنان دیگه ما زخمی شدن. به خاطر از گردهمایی امروز ما به خاطر تقبیه برنامه بود و یه عمل ناشایسته که از طرف دشمنان افغانستان انجام شده.
با این حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما اعلام کرده است که تلفات غیر نظامیان در ربع سوم سال جاری میلادی در افغانستان در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته 42% افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل آمده است که تلفات غیر نظامیان در سال جاری به بلندترین سطح خود در مقایسه با تمام ماه‌ها در 10 سال گذشته رسیده است. نهاد جوانان توانمند برنامه آموزشی و رقابتی را تحت نام حکومت محلی و جوانان برای بیش از 50 دانشجو در شهر مزار شریف برگزار کرد. مسئولان این نهاد میگویند این برنامه برای ظرفیت سازی جوانان برای انداخته شده است. تلویزیون پیکان همکار رسانه‌ای این برنامه است. صفات الله توران با جزئیات بیشتر. شمار از جوانان ولایت بلخ در اینجا زیر یک سقف گرده هم آمدند تا روش و شیوه حکومتداری محلی را به تمثیل بگیرند. مسئولان نهاد جوانان توانمند که این برنامه رقابتی و آموزشی را برای بیش از 50 دانشجو از دانشگاه بلخ راه اندازی کردند، هدف از برگزاری این برنامه ها را نیاز اصلی این جوانان بیان کرده و برای ظرفیت سازی آنان مؤثر می دانند. جوانان با اشتراک در این برنامه می توانند با روش و شیوه حکومتداری محلی آشنا شوند. شبکه تلویزیون پیکان همکار رسانه این برنامه است. و یک برنامه رقابتی و در ضمن تمثیلی و آموزشی است. به این معنا که کانسپت یا محتوای برنامه به گونه‌ای است که جوانا در ابتدا یک از ارگان‌های محلی افغانستان مزار شریف را مثل ریاست خانه ها میرن تحقیق میکنن در اون مورد چالش هایی که در اداره وجود داره و فرصت هایی که وجود داره اونا را شناسایی میکنن و بعد از اون در قالب یک پرزنتیشنی را با ما ارائه میکنن و توسط هیئت جوری برنامه از بین جوان ها که به تعداد 60 نفر هستن 20 نفرشون انتخاب میشه و به یک روز در مقام ولایت بلخ میرن امور ریاستخانه را به عنوان رئیسش تمثیل میکنن. برنامه جوانان و حکومت محلی برنامه علمی، تحقیقی و همچنین پژوهشی هست که شاگردایی که در این برنامه اشتراک میکنن پارتیسیپنت های ما از دانشجویان رشته اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و اداره عامه هست که ما اختصاص دادیم برنامه را به می سه دانشکده که 20 ریاست فعال در بلخ را مورد پژوهش و واکاوی قرار بدن. جوانانی که در این برنامه آموزشی و رقابتی اشتراک کردند، برگزاری این برنامه ها را برای بلند بردن سطح آگاهیشان مؤثر می دانند. این جوانان می گویند با شرکت در این برنامه می توانند روی چگونگی فعالیت ها و عملکرد های حکومت محلی آشنایی پیدا کنند. برنامه که سازمان یست برگزار کرده یک برنامه کاملا متفاوت در سطح ولایت بلخ است. این برنامه می تانم در قسمت بلند بردن ظرفیت جوانان خیلی کارا باشه، خیلی مفید باشه. از سوی دیگری برنامه می تواند تا جوانان را با شیوه کار حکومتداری محلی آشنا کنند. برنامه های زیادی را به خاطر جوانان داریم که خودش خیلی بالای تفکر جوانان، بالای پیشرفت جوانان، بالای باز شدن اندیشه های جوانان تاثیر زیادی داره. و امروزه که ما در برنامه اشتراک کردیم یکی از نمونه های مو برنامه هاست که تاثیرش خیلی زیاد است بر روی فعالیت بیشتر جوانان، به خاطر تشویق جوانان، به خاطر اشتراک کردن در چنین برنامه ها. سطح آگاهی جوانان میتونه بسیار بلند کنه، از چیزایی که جوانان آگاه نیستن آگاه بسازنشان. این گونه برنامه ها آموزشی برای ظرفیت سازی جوانان در حال برگزار می شود که تعداد زیاد از جوانان به دلیل نبود فرصت های کاری و مشکلات فراوانی که فرا رویشان قرار دارد دست به ماجرت های غیر قانونی می زنند که در بیشتر موارد این ماجرت ها منجر به از دست دادن جانشان می شود. مسگران در ولایت بلخ از نبود زمینه فروش برای محصولاتشان شکایت می کنند. صنعت مسگری که از پیشینه تاریخی در افغانستان برخوردار است در حال حاضر روبر رکود قرار دارد. این صنعتکاران از مسئولان حکومتی و نهادهای دولتی خواستار فراهمسازی زمینه های فروش برای تولیداتشان هستند. در همین حال مسئولان ریاست صنعت از تلاش ها برای ایجاد بازارهای فروش خبر می دهند.
شمار از مسگران در ولایت بلخ از نبود بازار برای محصولات و صنعت مسگری ابراز نگرانی میکنند. آنان به این باورند که اگر به همین طور وضعیت ادامه پیدا کند، در چند سال آینده صنعت مسگری در ولایت بلخ از بین میرود. این صنعتکاران و نیز باشندگان ولایت بلخ از دولت و نهادهای غیر دولتی میخواهند که در راستای حمایت از مسگری تلاش های مؤثر را انجام دهند. از یک طرف بازار آزاد اعلان میکنیم، از یک طرف این کار میکنیم، تا بیگاه میشینیم، تا ماها میشینیم، یک نفره میرم از دمرا این سعی میرم از دیشون کوشو دور میده پوسته بشن میخرم میره پس سر من یک فایی دیگم دارم یک سامنو میرم ولی مال خود ما مردم است که اگر دولت توجه کنه به مسگری همیتو که در 3 ماه یا 4 ماه سفید شد و چیزی وطن خود ما است، تولید وطن خود ما خراب نمیشه. حاجی غلام 50 سال است که مشغول صنعت مسگری در شهر مزار شریف می باشد، از نبود بازار برای فروش محصولات مسی شکایت می کند. این مرد 70 ساله می گوید که ورود اجناس بی کیفیت خارجی در بازارهای کشور سبب گردیده تا صنعت مسگری در حالت رکود قرار گیرد. در گذشته در همین قسمت شهر اگر 40 دکان مسگر این اوست و نجارا که اصال تا اوست تومدن مندهی رو اوست هم مسگری بود. این بغل هم مسگری بود که نجاری شده. این حالا چیزهای خارجی آمده. مردم از مسگر استفاده نمیکنه، همه چیزهای خارجی رو میخره هر کس. این کارهای ما این 4 دکان ما نمیسکری. با این حال مسئولان در ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ از تلاش هایشان برای بهبود و وضعیت صنعت مسگری در این ولایت سخن میزنند. بنان این صنعت ملی ما را، این صنعت پیشین و تاریخی ما را صدمه زده. ما آرزومند هستم که ما در راستای بازسازی و احیای مجدد صنعت قدیمی خود که مس است به این اقدامات جدی کنیم و حکومت هم مصمم به این است که با استخراج معادن مس عینک ما بتانیم این صنایع ملی و تاریخی و قبلی خود پاس یای مجدد بکنیم. صنعت مسگری در افغانستان پیشینه تاریخی دارد. در گذشته در این بخش از شهر مزار شریف ده ها دکان مسگری فعالیت داشت، اما حالا دیده می شود چند دکان انگشت شمار باقی مانده است. توجه نمایید به یک رویداد ورزشی. مسابقات تیم منتخب بسکتبال برای اولین بار در شهر مزار شریف برگزار شد. این مسابقات برای شناسایی چهره‌های برتر با حضور رئیس عمومی بسکتبال افغانستان و مدیریت تربیت بدنی ولایت بلخ برانداخته شده است. برای نخستین بار رقابت برای راه یافتن به تیم منتخب بسکتبال در شهر مزار شریف. این مسابقات با حضور 5 تیم برای شناسایی بهترین ها از سوی ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ برای انداخته شده و امروز ما شاهد 5 تیم هستیم در ولایت بلخ که برای فدراسیون بسکتبال، برای آمریت ورزشی ولایت بلخ و جمعاً برای بلخ یک افتخار بسیار بزرگ است. در همین حال شماری از ورزشکاران که در این رقابت ها اشتراک کرده اند از برگزاری این گونه رقابت ها برای بلند بردن ظرفیت های ورزششان ستایش می کنند. این تورنمنت به خاطر مسابقات منتخب ولایت بلخ بازیکنانش است. این مسابقات به اولین بار است که به ولایت بلخ برگزار می شود که شامل تقریبا 5 تیم می باشد این مسابقات و در کل این مسابقات به خاطر کسب تجربه و دومی که ما بتونم که بهترین بازیکنان را به خاطر منتخب ولایت بلخ انتخاب کنم. بازی بسکتبال بازی است که کسی که اگر دربارش درست نفهمه میتونن در اشتراک کنن در مسابقات و درست بفهمن، علاقه پیدا کنن به بازی بسکتبال و درست بشناسن بازی بسکتبال، چون نفهم در افغانستان درست نمیشناسن بازی بسکتبال و آگاهی ندارن درباره بازی بسکتبال. از سوی هم برخی از فعالان مدنی و شهروندان بلخ که برای تماشای این رقابت اشتراک کرده اند چنین میگویند: از بین شما قوی ترین تیم بر ولایت بلخ که همیشه نگین انگشتر افغانستان بوده باد از یام شود. بر اساس پیشنهاد ما است که صمیمانه دوستانه حرکتانه پیش برین. برد و باخت معنا نداره، تفاوت سینی دیده میشه، تفاوت وزن دیده میشه، تفاوت قد دیده میشه، ولی معناش است که عشق وجود داره، احساس وجود داره. در این میان رئیس تربیت بدنی بلخ در مورد این رقابت ورزشی این گونه سخن می‌زند: امروز ما مسابقات آغاز کردیم و یک هیئت بسیار بلند رتبه از فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان هم در اینجا حضور دارند که در حضور داشت از اینا مسابقات آغاز شده و اینا بهترین چهره ها را در ترکیب تیم منتخب ولایت بلخ انتخاب می‌کنند.
قابل یادآوری است که در چند سال اخیر ورزشکاران افغان در بیشترین رقابت‌هایی که در بخش‌هایی از جهان راه اندازی شده است، دستاوردهای خوبی داشته‌اند و بایلق کشور را در میدان‌های ورزشی جهان به اهتزاز درآورده‌اند. حالا هم نرخ اسعار در بازارهای امروز افغانستان. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، یک یورو واحد پولی اروپا 85 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 25 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 89 پول، 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی و 1000 روپیه هندی 1100 افغانی. توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای فردا. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین آن 12. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین آن 8. سرپل ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین آن 11. میمنه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین آن 9. فیض‌آباد ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین آن 16. طالقان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین آن 11. قندوز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین آن 12. پلخمری ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین آن 11. شبرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین آن 15. و ایبک ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین آن 8. این بود تازه‌ترین رویدادهای خبری بلخ و شمال افغانستان که تقدیم شما شد. از همراهیتان سپاس. وقت خوش. خدا نگهدار.